فاصله زیاد از کنار دروازه رحمتی به بیرون رفت. ضربه پای چپ کیانی بود که ضربه جالبی از اون در نیومد. سریع رحمتی بازی رو شروع میکنه. در این فصل چندین واکنش خوب ازش دیدیم. این 313مین بازی مهدی رحمتی در رقابت‌های لیگ برتر محسوب میشه. توپ رو انتونیو کاروالیو از دست میده. بازم کیانی با داور صحبت میکنه، بازیکنی که مرتکب این خطا شد. انتقال بازی به سمت چپ. استقلال آندرانی تیمولیان رو در اختیار نداره به خاطر محرومیت ناشی از گرفتن دو تا کارت زرد در بازی قبلی بود و غلام نژاد هم به خاطر مصونیت به این بازی نرسیده. اکبرپور و نظری رو آماده کردن کادر پزشکی تیم استقلال، اونها رو روی نیمکت داره استقلال. نه، اکبرپور رو نداره بلکه فقط نظری نشسته روی نیمکت. یه دونه بازیکن روی نیمکت کم داره تیم استقلال، قرار بود که برسه اکبرپور. تراکتور هم محمد ابراهیمی رو در اختیار نداره به خاطر مسائل انضباطی رو کنار گذاشتند. بازیکن محبوب هم هست در نزد هوادارهای تراکتور. یه بار دیگه از سمت راست حرکتی رو بازیکن تراکتور انجام میدن. ببینیم چیکار میکنن با این توپ که بردن به گوشه زمین، اما اونجا تعداد مدافعان استقلال سخت کرده کار اونها رو. نیکبخت یه حرکت به وسیله فرشاد احمدزاده، بازیکن جوون تیم تراکتور سازی، و ضربه آزاد رو اونها میگیرند. این بازیکن فرشاد احمدزاده بازیکن آینده‌داریه، در تیم المپیک کشورمون هم حضور داره. 21 ساله است، تیم داماش و پرسپولیس هم بازی کرده. اصلش برمیگره به شهر ارومیه. ببینیم ضربه آزاد رو بازیکن‌های تیم تراکتورسازی تبریز چگونه خواهند زد. علی کریمی بلند میفرسته به روی دروازه. موقعیت این طرف، موقعیت برای بازیکن‌های تراکتورسازی بود که داور بازی رو متوقف کرد. هنوز در بازی حساس توپی از خط دروازه ها عبور نکرده. امیر غلنوی با بازیکن تیمش صحبت میکنه. مسلما اگر استقلال شانس بیشتری داشت برای کسب عنوان قهرمانی، این ورزشگاه الان پر بود. گوردانی، توپ زیر پای کریمیان قرار میگیره. پرتاب توپ برای بازیکن استقلال. بگزاده با عنوان مدافع راست در این مسابقه بازی میکنه. کمی جلوتر از خسرو الهیدری بازی میکنه، با شعاع طولانی‌تری در حمله که بتونه راحت دیگه در سمت راست زمین در حملات تیم شرکت بکنه. با فراغ بال و پشت سرش هم بگزاده رو داره. علی کریمی، در کنارش مهدی کریمیان. بازی رو عوض میکنند. اونجا فخرالدینی داره بازی میکنه. برمیادونن به مرکز خط دفاع محمد نصرتی. یه پاس در عمق، فرصت هست برای یاران تراکتورسازی تبریز. کریم انصاری فرد حرکتی رو انجام داد که در نهایت توپ به بیرون رفت و از کنار دروازه استقلال باید بازی شروع بشه. کریم انصاری فرد رو میبینید که معترضه و اعتقاد داره که داور باید کرنر میگرفته. این خواهدی حرکت رو مرور کنیم. بله دیگه کرنر باید اعلام میشد. تو خورد پای امیرحسین صادقی، ولی نه داور دید نه کمک داور. بگزاده، خسرو الهیدری. کم کم یاران استقلال از سمت راست جلو میان. نبودن آندرانی تیموریان میتونه برای استقلال ایجاد مشکل بکنه. در هفته‌ای که بازی نکرد، استقلال خوب کار نکرد. حامد لک ضربه رو بلند میزنه. بار دیگه فخرالدینی از راه میرسه. اونجا راه رو نیکبخت میبنده بر بازیکن‌های تراکتورسازی. مجددا از همون سمت راست میخوان حرکت بکنند. نفت و فولاد هر دو 54 امتیازی هستند. در صدرن استقلال 53 امتیاز، رده سوم رو در اختیار داره. پرسپولیس هم با 52 امتیاز منتظر لغزش تیم‌های بالاتر از خودش هست که شانسی برای قهرمانی داشته باشه. 4 جام به 4 شهر رفتند و بعد ببینیم که در نهایت کدوم جام به تیم قهرمان اهدا خواهد شد. در اصفهان احتمال داره حتی نفت قهرمان بشه. نفت فعلا صدرنشین، کسی فکر نمی‌کنه که نفت بیاد در کورس مدعیان قرار بگیره. کافیه نفت بازی رو ببرن سپاهان، هرچند که سپاهان هم حریف قدرتمندیه. نیکبخت، صادقی، ساموئل، صادقی تو عرض برای حنیفه عمرانزاده. حنیف بعد از محمد قاضی دومین گلزن برتر این فصل استقلال بوده با 5 گل زده. قاضی 7 گل به ثمر رسونده. ساموئل سمت راست زمین، بگزاده میفرسته برای کاروالیو، به اون نمیرسه. ضربه سر رو بازم حنیف زد پشت محوطه جریمه قاضی و در نهایت برگشت توپ از مدافعان تراکتور سازی. انصاری فرد درگیر با مدافعان استقلال، موفق عمل میکنه، میاره برای دقیقی، او در عمق میفرسته. کریمیان سان میکنه برای دروازه و توپ رو نیکبخت با سر دور میکنه. کاروالیو توپش رو میگیرن اونجا. یک ضربه دیدنی از پشت محوطه جریمه مهدی کیانی بود که دروازه رحمتی رو تهدید کرد، اما توپ از کنار دروازه کاپیتان استقلال به بیرون رفت. اگر استقلال هنوز شانس قهرمانی داره، بیگمان به خاطر درخشش فوق‌العاده رحمتی در بازی قبلی این تیم مقابل فولاده که خصوصا در اون 10 دقیقه آخر استقلال رو واقعا نجات داد. بگزاده، خطا به روی بگزاده. دقیقی این خطا رو انجام میده. این دو بازیکن از شروع مسابقه تا به این لحظه از هم غافل نبودند. 15 دقیقه میگذره، نتیجه بدون گل مساویه. سری بازی رو شروع میکنن. خسرو الهیدری فرارش رو انجام داده. خسرو میفرسته روی دروازه، موقعیت برای تیم استقلال. همون تاکتیک تیم استقلال که چندین بارم نتیجه داده. نوری در پی توپ، منتها قبلش داور خطای نوری رو به روی انصاری فرد اعلام کرده. یک بار دیگه صحنه رو مرور بکنیم. خطایی که برای بگزاده اتفاق افتاد. بعد سپاهان 0-0، گسترش فولاد 0-0، استقلال اهواز یا استقلال خوزستان بهتره، این استقلال خوزستان 0، پرسپولیس 0. استقلال اهواز در رقابت دسته اول داره بازی میکنه. اون طرف زمین نیکبخت، اسمارم دوستان جابجا زده بودن، اون زیرنویسا دو تا بازی رو اشتباه زده بودن، اگر تصحیحش بکنن ممنون میشیم. عمرانزاده یه ارسال بلند برای برهانی. یه بار دیگه خسرو صاحب توپ میشه سمت راست زمین. کاروالیو تعادلش رو از دست میده، خطایی در کار نیست. در میانه زمین انصاری فرد میخواد فرار بکنه، موفق به این کار نمیشه. انصاری فرد قبلا زیر نظر صالح دستیار آقای غلنوی در تیم سایپا انجام وظیفه کرده. با خصوصیت او حتما کادر فنی استقلال آشنا هستند. ساموئل پرتاب برای بازیکن‌های تراکتور سازی. پرتاب رو از اون سمت باید انجام بدن. فرشاد احمدزاده یکی دیگه از بازیکنان خطرناک که تیم تراکتور سازی رو برای لحظاتی ملاحظه فرمودید. و از انصاری فرد، دقیقی و علی کریمی هر کدوم 5 گل برای تراکتور سازی به ثمر رسوندن. احمدزاده و گوردانی و کریمیان و کیانی با زدن 2 گل گلزنان بعدی بودند. گوردانی فرار میکنه، به استقبالش میاد عمرانزاده و توپ رو محکم به بیرون میزنه. بگزاده ناراحت به نظر میرسه ولی میتونه بازی رو دنبال بکنه. گوردانی پرتاب رو از سمت چپ انجام خواهد داد. 30 ساله است، در تیم شهرداری تبریز هم بازی میکرد. 2 سال قبل اومد به تراکتور. پاس نه چندان جالب از قاضی، به راه اسدی توپو میگیره. میانه زمین بازیکن تراکتور سازی، گوردانی، دقیقی و توپی که به نفع استقلال به بیرون رفت. کلا 27 بار استقلال و تراکتور سازی با هم بازی کردن، 13 بار استقلال برده، 5 بار تراکتور پیروز شده و 9 بازی هم با نتیجه مساوی به پایان رسیده. علی کریمی در میانه میدان، گوردانی، کریمی،